بینندگان عزیز سلام خدمت شما. ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، واشنگتن و نیویورک، امروز جمعه 31 ماه ژانویه 2014 و برابر است با 11 بهمن ماه 1392. فرصتی پیش آمد تا در رابطه با صحبت‌هایی که آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران و دیگر موضوعات کردند سه‌شنبه شب، از آقای دکتر صمدانی دعوت کنم تا اون رو برای ما بیشتر باز کنند. و یک موضوع دیگه در رابطه با انتخاب شدن آقای روحانی، جریاناتی که الان داره در ایران اتفاق میفته و در دنیا، و اینکه دید مردم یه مقداری عوض شده به نسبت قبل، در این موارد صحبت کنند. بدون هیچ وقفه اجازه بدید به ایشون خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار آقای دکتر صمدانی بذارم. آقای صمدانی خیلی خوش آمدید و ممنونم از شما. من هم مثل بینندگان پای صحبت شما هستیم، به قول آمریکایی‌ها منتظر لکچر شما. بفرمایید. به نام مزدا و با سلام و درود به جناب سوربی و میهنان نازنینم در هر کجای جان که هستند، پیش از وارد شدن به متن برنامه، جناب سوربی تاکید داشتند که برنامه از طریق اسکایپ ارائه شود. این درست است، زیرا رابطه ارائه کننده برنامه و بینندگان بهتر است، یعنی باید چهره به چهره روبرو باشد، از کنم بادی لنگویج ها رو ببینن، از نگاه ها چیزهایی رو که به اصطلاح گوینده نمیگوید بیاورد که بی واسطه گوش و زبان از طرف چشم صد راز نهان بود که گفتیم و شنیدیم. البته بنده با اسکایپ زیاد میارم خوب نیست، من دوست دارم که همطور که سالها انجام شده بیان در خانم و از کنم که دیویدی ها رو بگیرند و ببرند که ستاش در برنامه ها پخش شده. البته حالا صلاح ندانستن که روی یوتیوب بمانه، اون مهم نیست، ولی اینها در هر حال این بنده یکی از تنها اعتیادی که دارم هم میهنانم اعتیاد بلیت های لاتاریست که هیچ وقت اینها رو میس نمی کنم. ارکانم به حضور منتظرم که بلیت لاتاریم که ببره، ارکانم اقدامات مربوطه به تهیه دوربین و وسایل و این چیزها رو با راهنمایی جناب سوربی که ایشان بسیار ادوانس هم پیشرفته هستن در این مسائل. برنامه امروز اختصاص دارد به ارز کنم روحانی و اوباما در ایران، ببخشی روحانی و اوباما و ایران. در این مورد بنده تأکید بنده قربون بر دو موضوع است، تأکید بر دو موضوع ضرورت دارد. یکی ضرورت انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران برای جلوگیری از فروپاشی حکومت اسلامی و پاره پاره شدن ایران، که این نزدیک بود، این بسیار بسیار آماده بود. و این از که حالا در خارج هم میگن بله رژیم رو بردارن بیفتن، مردم شورش کنن، مردم شورش کنن که چه بکنن، کدام رهبر، کدام کیفیت. یعنی که بنده از مبارزان 34 ساله راه کنم فروپاشی و براندازی حکومت اسلامی هستم، ولی نه زمانی که ما در داخل عرض کنم به حضورتون که اون همه تایید طرف داریم و در خارج پشت در اسرائیل و حسن و حسین و اینها ایستادن. خیلی این مسئله اول. مورد دوم قربون عرض کنم به حضورتون که اون بسیار اهمیت داره گفتگوی 15 دقیقه‌ای آقای حسن روحانی با پرزیدنت اوباما، که این هدف اون تأمین منافع دو کشور و امنیت ایران بود. این کار خطرناکی بود برای ایشان. در ایران به ایشان عوامل خامنه‌ای و مسئولیت اولا هر چی
که عرض میکنم مسئولیتش با بنده است، نه جناب سوربی و تلویزیون مردم. عوامل خامنه ای به ایشان توهین کردن، نیسترد کردن، ولی ایشان با متانت ارز کنم و کنار قضیه گذشت. برای که به نظر من بنده با ایشان کاری ندارم، با هیچ کس در این دنیا کاری ندارم، ولی یک چیز برای بنده مهم است که ایران در لب پرتگاه سقوط بود و ایشان اون رو جلوش گرفت. عرض کنم که من بایستی برای اینکه نقش آقای رئیس جمهور روحانی رو و تا برسد به این سخن گفتن استثنایی و تاریخی و پرزیدنت اوباما این مطرح کنم، باید یه مقداری برگردم به تاریخ. اصلاً بزرگتون که ادامه روزافزون جنایات و گسترش فقر و بیکاری و ناامنی عرض کنم که و و و و موجب ناامیدی مردم و نگرانی آنها به ویژه جوانان ایران شد که از سرنوشت آینده خودشون و کشورشون به خصوص در دوران تصدی خائن بزرگ محمود احمدی نژاد به جایی رسیدند که تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، چو از حد بگذرد این ناله ها فریاد میگردد، منجر به خیزش پور گمراه شده بدون رهبریش در ایران شد که در خرداد 88 انجام شد و به شدت و بیرحمانه سرکوب شد. اما بعد از اون سرکوب ادامه افزایش فشارهای گوناگون بر مردم، فقر، بیکاری فزاینده، اعدامها، عرض کنم به حضورتون که ملت ایران رو به مرحله انفجار رسان بود. ترس رژیم از خیزش گسترده مردم تا اندازه بود که در پیش از انتخابات رئیس امور انتظامی تهران اعلام کرد این شرم‌آوره، مملکتی که بایستی نیروی انتظامیش بر علیه دشمن به کار ببره اگر دشمنی هست، بعد گفت 300,000 سپاهی برای حفظ نظم در روز انتخابات بسیج شدند و در اون روز فرودگاه‌های کشور رو میبندیم، اقدامات دیگری از این دست. این عرض کنم به حضورتون که ماجرای این بود که چه شد که آقای دکتر روحانی آمد به میدان و چه شد که علی خامنه‌ای که به طور کلی دشمن هست با این که مشکلات ایران عرض کنم برطرف بشود و به خصوص با این جناح این طرفی به اصطلاح دشمنی داره نه مخالفت، برای نجات خودش نه برای نجات ایران به انتخاب نه انتصاب به انتخاب آقای پرزیدنت روحانی ایشان تن در داد و ایشان گویا با 17 میلیون رأی مردم انتخاب شده، ایشان انتصابی نبودن. از کنم به حضورتون که البته ایشان وعده هایی دادن به مردم، خاتمی وقتی که آمد وعده های زیادی داد، ولی همون روزهای اول از کنم به حضورتون که چهره زشتش پیدا شد، ولی ایشان وعده هایی که داده یک مقدار کارهایی انجام شده و که گویا که ازاد کارهایی هم انجام دارد می شود. از کنم به حضورتون که در مورد احترام حسن روحانی در نظر تاریخی از کنم که در با مکالمه این 15 دقیقه‌ای با پرزیدنت اوباما لازمه که به باور داشتن رئیس جمهور روحانی به اهمیت داشتن روابط با امریکا یعنی ایران امریکا یه مقداری برگردن به گذشته.
در سال 1986 پرزیدنت رونالد ریگان، اون مرد بزرگ تاریخ جهان، نه تاریخ امریکا، اگر بخوایم پرزیدنت ریگان رو بشناسیم، عرض کنم به حضورتون باید کتاب ان امریکن لایف ایشان رو بخوانیم. به هر تقدیر در 1986 پرزیدنت رونالد ریگان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، عرض کنم که رابرت مکفارلن مشاور امنیتی رئیس جمهور و سرهنگ آلیور نورس زیر دست یا معاون هرچی رو آقای مکفارلن رو برای ملاقات با سران به اصطلاح میانه رو رژیم اسلامی، رژیم اسلامی میانه رو نداره قربان، اینا شعاره. عرض کنم که جهت پادربیانی برای آزادی گروگان‌های امریکایی از سوی حزب الله لبنان همراه با یک انجیلی که همون کتاب مسیحیان که ایشان امضا کرده بودن و یک چک با مأموریت به کلی سری به تهران فرستادن، ناگهان اعلام شد که مأموریت مزبور از سوی سید مهدی هاشمی، نمیدونم داماد یا برادر داماده، که البته رئیس دفتر آخوند شیخ علی منتظری، در اختیار روزنامه الغبس کویت گذاشته شد و در اون روزنامه درج شد. عرض کنم بزرگتون که من اون وقت در امریکا بودم، خبر مزبور قرون مانند بمب در امریکا صدا کرد و خوراک چرب و نرمی شد برای میدیای بی اخلاق امریکایی، به خصوص یک مرد به سر مدمق ابلهی به نام سام دانالدسون. پرزیدنت ریگان در صفحه 527 کتاب ان امریکن لایف آوردند که مجله کوچکی در بیروت ادعا کرده بود که امریکا در جریان مبادله اسلحه با گروگان در جریان مبادله اسلحه با گروگان هاست. ادعای مزبور موجب شد که خیلی زود اینا فرمایشات رئیس جمهوره، عرض کنم که موجب شد که خیلی زود طوفانی آتشزایی شعله‌ور شود و روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی امریکا پیوسته آن خبر نادرست را تکرار کنه. این تا اینجا فرمایشات رئیس جمهور بود. از اینجا عرایض بنده است. افشای مأموریت سری فرستادگان رئیس جمهور امریکا به تهران از دفتر شیخ علی منتظری در رابطه با مأموریتی که شیخ علی منتظری شاید 60 سال از طرف انگلیسی ها داشته انجام شد. همینانم شیخ علی منتظری یک 32 یا 33 سال یک امریکا، یک انگلیسی به نام بازرگان نزدیک دفتر اون دفتر داشته و طبعا با این ملاقات میکرده. دیگه بقیهش پیدا کردن آدرس پرتغال فروش با شماست. از کنم که با دستوری که خمینی لام یعنی لعنتی، با دستوری که خمینی لام در مورد اعدام سید مهدی هاشمی صادر کرد و نامه تندی که در جواب منتظری که خواسته بود هاشمی اعدام نشود، اینطور برمی آید که خمینی هم از اهمیت برقراری روابط ایران و امریکا آگاه بوده و می خواسته که این روابط برقرار بشه. هم میانانم اگر مأموریت فرستادگان پرزیدنت ریگان به امریکا فاش نشده بود و روابط ایران و امریکا برقرار میشد، در سفارت امریکا البته که در ایران می بود اون وقت، این جنایاتی که در این نزدیک به 35 سال انجام شده نمیشد زیر پرچم امریکا انجام بگیره و انگلیسی ها نقش بسیار بسیار خوبی بازی کردن، یعنی شومی بازی کردن که عرض کنم که یک بار گروگانگیری رو علم کردن در ایران که ایجاد تنفر بکنن در ملت امریکا نسبت به ایران، به ایرانی ها که مدت زیادی این
نفرت وجود داشت، اما این شخصیت ایرانی در امریکا و صداقتش و فعالیتش، اینها آرام آرام به امریکایی ها فهمان که نه، ملت ایرانی ها گروگانگیر نبودن. از کنم بزرگتون که آقای حسن روحانی در اون زمان از سوی حکومت اسلامی مأمور مذاکره با مکفارلین و آلیور نورث شده بود، آلیور نورث ببخشید. ایشان صادقانه برای رفع مشکل گروگان ها با فرستادگان رئیس جمهور امریکا همکاری کرد. این ایشان اون صداقت و همکاری که نشان داد، به نظر من امروز مقدار زیادی از این که امریکا پشت سر ایشان ایستاده، همینانم به این مزخرفاتی که این نمیدونم کیه سشور، این اپوزیسیون برشکسته سرشکسته از کنم بزرگتون که 35 سال کاری انجام نداده، به اینا توجه نکنید. من متاسفم، یک بانوی بسیار ارزشمند، دانشمند، عرض کنم بسیار ایمیلی پخش کردن، حالا اونم گفته خودشون یا دیگری، که حسن روحانی مأمور اسرائیله. خجالت بکشید، بگذارید این مرد کارش رو بکنه و ببینید این است مشکل اپوزیسیون. این است میگوید که دیگی که برای ما نمیجوشه سر سگ توش بجوشه، حالا که ما نیستیم بذار اون مملکت نابود بشه بریم. بس کنید این بازی ها رو، بس کنید. به هر روی این صداقت آقای در این حسن روحانی به باور من نقش داشته است در به وارد میدان انتخابات شدن و پذیرفتن مقام رئیس جمهوری. همینانم پذیرفتن مقام ریاست جمهوری ایران بعد از اون خیانت در نهایت از کنم بزرگتون که محمود احمدی نژاد که در باره آن روزی سخنها هم گفت، اصلا یک شجاعت بود. مملکتی که هیچی نداشت، حالا آره هیچی که البته عبارت درستی نیست، منظورم اون چی که باید داشته باشد. اصلا بزرگتون که این 15 دقیقه قربون که از کردن برایشان خطرناک بود و عوامل خامنه ای در فرودگاه، رفتارهای زشت، پرد کردن نمیدونم جالا نمیخوام بگم چی، در هر حال یک در تازهی باز شد، پنجره تازهی باز شد که این یکی از نتایج باور بنده ارزشمند، فوق ارزشمند این گفتگوی ایشان که بدون طرح قبلی و نمیدونم بازی های سیاسی بوده، این بود. من بسیار شادمانم، ملت ایران باید شادمان باشد. پرزیدنت اوباما در گزارش کار حکومت خود مردم امریکا همین سه روز شنبه که جناب سوربی اشاره فرمودند، ایشان فرمودند چنان که کنگره حالا بیل یا منظور حالا تحریم های تازه ای را علیه ایران پیشنهاد کند وتو خواهم کرد. میانانم در این 30 سال ببینید چی گذشته و امروز به کجا رسید. در مورد اقدامات مثبت پرزیدنت اوباما در مورد ایران موارد زیادی هست که در اینجا بنده فقط به شر یکی از اونها میپردود. حمله نظامی اسرائیل به ایران آن اندازه قطعی بود که حدود 2 سال پیش همینانم هرنی کسینجر که ایشان یهودی هست و عرض کنم بزرگتون که تکلیفش روشنه و خط سیاسی استراتژی های سیاسی رو ایشون پیشنهاد میکنه و هرچی هم تا حالا گفته باور کنید بلا استثناء انجام شد. یعنی روی حرف این دیگه حرفی نیست. در حدود 1.5 سال پیش
اگر طبل جنگ را نمیشنوید کر هستید. البته از اینجا به بعد شد نقل به مضمون میکنم که چون اسرائیل میخواهد و چون اسرائیل چین نست و چنان است و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از ادامه اطاعت سنتی امریکایی درست دارم حرف میزنم، ادامه اطاعت سنتی امریکا از درخواست های اسرائیل در نیم قرن گذشته مطمئن بود، برای فعالیت پیشرفت های اتمی ایران خط قرمز تعیین کرد. یعنی گفته که خلاصه ما جاهل معلم و چاوکشیم و اگر که نفس کش می طلبیم از این حرفا، اما اطاعت نکردن امریکا هم میانانم از خواسته های ارز کنم که او در حمله نظامی به ایران تو دهنی سختی بود برای او. و ضمناً اون مثلا ساختار ارز کنم که اون نمیدونم زیادم رفت اون کلمه، این ترک برداشت که بله هرچی که به اسرائیلی ها میگن، با یکی از این اسرائیلی ها که آمده بود، نه ایرانی های اسرائیل، نماینده اسرائیل که برای خریداری بنده مرتبا میگفت چیز ارباب 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 اینطور میکنه، گفتم این ارباب کیه؟ گفت اسرائیل. من از مفصل این قصه مجملی گفتم. پرزیدنت اوباما، این بسیار مهمه، در درازای بیش از 5 سال ریاست جمهوری خودشون قربون، با مسئله ایران با درایت و هوشمندی عرض کنم برخورد کردن و به جای اینکه حمله نظامی بکنن، حکومت اسرائیل و ببخشید اسلامی رو از طریق تحریم ها یک کمرشکن عرض کنم به زانو در آوردن. اگرچه ملت ایران زیر بار تحریم ها کمرش خم شد، ولی سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور زیر باران ها و بوم ها و موشک ها نابود نشد. به باور نگارند ملت ایران از اینکه پرزیدنت اوباما با درایت و حوصله در مورد مسئله پیچیده ایران برخورد کردن سپاسگزار است. از کنم بزرگتون که این یک تغییرات از کنم که زیر بنایی به نظر من، یا تغییرات حالا بگم زیر بنایی رو بنایی میان بنایی نه، در دوران آقای دکتر حسن روحانی در ایران ایجاد شده، اما ایشان یک مشکلاتی داره که بعضی از این مشکلات اصلا حل نشدنی هست. از کنم بزرگتون که این مشکلات رو که مشکلات داخلی است که ببینید در از نظر داخلی ایشان دارای مواجه هست با مجموعه مشکلاتی، در خارج هم ایشان مواجه هست با مجموعه مشکلات. مهمترین مشکل عرض کنم که داخلی در ایران فقر و گرسنگی است. عرض کنم به حضورتون که یک بنده در مورد رفع این مشکل پیشنهادی کردم با آقای جورج دبلیو بوش، همین پیشنهاد رو امروز در پیشگاه شما هم میانانم به پرزیدنت اوباما و آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران عرض کنم، عرض میکنم. آقای پرزیدنت جورج دبلیو بوش یک شعار توخالی داشت، ظاهرش خوب بود: democracy from Damascus to Tehran from Tehran to Damascus، دموکراسی از تهران تا دمشق، از دمشق تا تهران. بنده زیاد با این به اصطلاح نهاد رئیس جمهوری و دوروریایشان
ندیشان کلن از زمان پرزیدنت ریگان مکاتبه داشتم، بهشان نوشتم که دموکراسی کالای استاندارد نیست که وارد کنیم یا صادر کنیم. دموکراسی باید منطبق باشد با فرهنگ و ارزش‌های پذیرفته شده یک ملت. و از اونجا که مردم گرسنه پیش از دموکراسی رفتن به دنبال دموکراسی در تلاش برای سیر کردن شکم فرزندان خود می باشند، در ایران باید ابتدا کمر فقر شکسته شود. البته این رو اینجا جزء اون نامه نیست، اینکه ما ایرانی ها میگیم آدم گرسنه دینی ایمون نداره. بعد از کنم بزرگتون که برای شکست شدن کمر فقر و گرسنگی در ایران بیشار نمیشتم پیشنهاد میشود که امریکا معادل پولهای بلوکه شده ایران در این کشور، یعنی در امریکا، مواد غذایی از همه نوع، پوشاک، نمیدن چه کاپشن بچه، حتی دفترچه و مداد و مداد پاکن از فارمرها و سایر تولید کنندگان امریکا خریداری کنه و به وسیله هواپیماهای کارگو، یعنی هواپیماهای باری، به ایران بفرسته و در اونجا هم زیر نظر ارز کنم که سازمان ملل متحد کالا توزیع بشود به قیمت بسیار ارزان برای مردم با درآمد پایین و رایگان برای مردم بدون درآمد. امروز در ایران هم میانانم فاجعه است. امروز هم قربون به عالی جناب پرزیدنت اوباما و عالی جناب دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران اون پیشنهاد رو تاکید کنم. پولهایی که ایران در امریکا دارد بخرید آقای پرزیدنت روحانی مجموع کالاهایی که در ایران، کالاهای ابتدایی عرض کنم یا بیسی که در ایران هر چی که تا می توانید اینها رو به مردم توضیح کنید. من توضیح خواهم داد در مورد مشکلی که حل نشدنی هست در مورد یارانه ها. خب البته من سوال رو میدونم الان در ذهن هم میانانم چی هست. خب بعدش چی؟ بگذارید یک مدتی مردم از این فقر تلخ نجات پیدا بکنن تا به تدریج مملکت یک کاری هاشون بکن. عرض کنم که مشکل داخلی دیگر آقای رئیس جمهور روحانی این مرگ بر امریکا و گویان و سنگندال ها و نمیدونم پرچم امریکا که شرم‌آوره، آتش زدن ها و این چیزا هست که در هر حال در این مورد این علی خامنه‌ای پشت سر این عرض کنم که گرفتاری هاست و بایستی به این بابا رهبر خود برگزیده مورد تایید اتحادی استعبار سرخ و سیاه فهمانده شود که آقا ببخشید هرچی رهبر هرچی هست در هر حال خیزش در راه انقلاب در راه. این مسئله بایستی یک طوری اصرا در ایران حل بشه. علی خامنه‌ای وقتی دزدی‌های بزرگ میشد بکران یکی 3 میلیارد تومان که همه دیگه آگاهی دارید، بعد این مدتی که 2-3 نفری سر صدایی میکردند یه دفعه با صدای بلند و سخنرانیاش گفت بگذارید مسئولین کارشون رو بکنن، یعنی ما حقا اونو گرفتیم، یا پولایی که به ترکیه میرفت و و و دلدی های دیگه. من چند بار شنیدم که علی خامنه‌ای برای خفه کردن صدای چند تا صدایی که دورورش بود گفت بگذارید مسئولین کارشون بکنن. حالا هم علی خامنه‌ای باید
باید این کسانی که در ایران بر علیه رئیس جمهور از نظر روابط او با امریکا عرض کنم به حضورتون که کارشکنی میکنن و توهین میکنن و با توطئه میکنن با صدای بلند اعلام بکند که خفه شید و بگذارید که رئیس جمهور کارش رو بکند. این علی خامنه ای یک حد نیست، باید انجام شود وگرنه تو گرفتار خواهید. عرض کنم که یکی دیگه از مشکلات داخلی ادامه ظلم و بیدادگری و اعدام است. میدونید که قوه قضاییه عرض کنم هر کسی دلش بخواد برقرار میبرد اعدام میکنند و نه حسابیست نه کتابی. من نه عکس این جوانهای جوان گل هر کدام اینها بالقوه توشون عرض کنم به حضورتون که ممکن است که ابو علی سینا باشد، ادیسون باشد و بعد ایرانی نابغه است یه جرحال به نصفه. عرض کنم به حضورتون که حکومت اسلامی هم میانه همین دهان این را عرض کنم در هفته گذشته در ماه گذشته داشت 60 نفر جوان رو اعدام کرد در ملأ عام. میدونین چرا؟ البته اونایی که شب و روز در زندان ها میکشند و شکنجه میدند و اینا میمیرند داستان دیگری است. در ماه گذشته 60 جوان رو در همم جوان در ملأ عام اعدام کردند. چرا در ملأ عام؟ وقتی که در ملأ عام رژیم اعلام میکند نشان دهنده این است که یک جنبشی در ایران هست که رژیم از اون جنبش وحشت داره و میخواد که مردم رو در هر حال بترساند، مرعوب کند و این کار رو در هر حال دارن هر روز انجام میدن. 60 جوان. من دو فکر میکنم که آقای رئیس جمهور که خطر کرد و با پرزیدنت اوباما بدون برنامه قبلی و موافقت رهبر و فلان اون کار استثنایی رو انجام داد، اون سخن رو گفت که در تاریخ ثبت خواهد شد، ایشان هم خطر بکند و علی خامنه‌ای بگوید متوقف کن این جنایات رو. این که در عرض کنم 88 رویداد گفتن که انقلاب مخملی است، به این بابا بگوید بفهماند که انقلابی که در راه است انقلاب مخملی نیست، انقلابی خشن کوبنده و سرنوشت هاست. یک مشکلی هست و مشکل این است که دیکتاتورها یه مقدار ملیجک دورورشون دارن، امر مبارک است و نمیدونم. یک فیلمی بود در ایران من وقتی کودک بودم به نظرم دیدم به نام ریبلاس که داشت جنایاتی میشد در شهر و اون به اصطلاح که یه چراغ دستی دستش بود و یا به قول کروانی ها چراغ بادی میگفتش که هم میهنانم آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است. در همون جا در همون فیلم نشون میداد که ملکه داره میره نمیدونم اونجا رفیقشو ببینه و چه جنایاتی و کشتارهایی میشد. من نمیدونم اگر علی خامنه‌ای نمیدونه که بیاد پایین سرش بنداز پایین بره دنبال کارش، و اگر میدونه پس خودش این جنایتکاری. باز هم علی خامنه ای، من ابوالقاسم صمدانی مسئول حرف ها من هستم، به تو اعلام میکنم که به این دوروریا و امم مبارک است و سپاه پاسداران داریم و چنین میکنیم و وزارت اطلاعات داریم و اینها توجه نکن. ایران الان تب داره و تب این با هر آدمی که میکشی
یک درجه تب انقلابی این مردم بالاتر میره بر روی از کنم که اما یک مجموعه مشکلاتی هم رئیس جمهور روحانی دارد که بعضی از اونها رو مشکلات زیاده من نمیدونم که کدام همه تیزهایی که من میدونم یکیش از تحریکات اسرائیل و عربستان و سعودی است. از کنم که اینها البته یک لابی دارن هر کدوم بهشون سناتورها و کنگرسمنها و جنرالهای جنگ طلب دارن. در سالهای آغازین اشغال ایران از سوی حکومت اسلامی عباس امین انتظام در گفتگوهایی از زندان دودر از داخل زندان که با حسین مهری در رادیوی صدای ایران داشت بارها در مورد علل سقوط 57 گفت قرار بود اسرائیل ابرقدرت منطقه شود. این گفته امین انتظام قربون نشان از اون دارد که او در عملیت سقوط رژیم شاه در خدمت اسرائیل بود. خودش میگه، ما نمیگیم که. ببینید اسرائیل هدف تسلط بر منطقه و توسعه طلبی رو کنار نگذاشت. همینانم این اسرائیل گفتنهای من بلایی سر من آورده که من یک روزی اون چرا که جامعه یهودی ایرانی در عرض کنم که خارج از کشور و بعدش هم سرایت کرده است به عرض کنم حکومت اسرائیل فجایعی که در زندگی من به وجود آوردن من ده مطرح خواهم کرد. ببینید قربون، اسرائیل سر جای خودش ایستاده سفت و سخت که من نفتن ها باید ابر قدرت منطقه بشم، من باید خیلی جاهای دیگه برم که بعدا این رو توضیح خواهدم. ببینید یکی دیگه از این مشکلات یعنی مشکل تراشان عربستان و سعودی است. برای اینها حالا چه نوع میخواهند این به اصطلاح مشکل رو حل کنن اونها رو بنده نمیدونم، اما اون چرا که بنده میدونم این است که ملت ایران دیگه نمیخواد زیر بار این عرض کنم که استعمار نمیدونم یهودی و انگلیسی و امریکایی و اینا باشه. ملت ایران، مردم ایران مردم با غروری هستند و مردمی هستند که وطن پرستند. در جنگ عراق با ایران ایرانی ها نشان قرار بود اون رول ایران تجزیه بشه، این ایرانی ها نشان دادن که نه با ما از این شوخی ها نمیتونیم بگم. حالا هم داستان این آقای نتانیاهو که جاهل محله است و عربده میکشد و اینا باید این رو توجه داشته باشه، مسئله نیست که چه حکومتی سر کاره، تو باید بدونی که چه ملتی باشون سر کار داری. از کنم که اما این در هر حال اینا مشکلاتی دارست هست که من در نمیدونم چه کار بایستی در بارش کرد، اون رئیس جمهور میدانم. اما یک نگرانی که در ایرانیان ساکن خارج از کشور ایجاد شده در این چند ماه اخیر که آقای ظریف رفته است به دبی، اینجا یک روی ایمیل ها میاد، البته ایمیل ها همه حرف درست نیست ولی نگران کننده است که رژیم اسلامی سه جزیره تنب کوچک، تنب موسا و تنب بزرگ و ابو موسا رو داد به از کنم که عربا. آقای رئیس شما باید سرنوشته از کنم این سه جزیره رو که
نه سالها نه قرنها، هزارها متعلق به ایران بوده، این رو روشن کنید. و اگر شما چنین اشتباهی رو بکنید، به یک قدم از منافع ایران عقب بکشید، شما که میخواهید امیر کبیر بشوید، میشوید شیخ فضل الله نوری. این تعارف هم نداریم. اما مسئله دیگری که من باید این رو عرض بکنم، این مسئله ایست که آقای رئیس جمهور روحانی در جلسه عمومی سازمان ملل بسیار ایشان وقتی که آمد سخن گفت، با این 7-8 سالی که اون زغالخته احمدی نژاد، اون احمق، اون بی سواد، اون بی شخصیت که مأمور بود که اون هم ایجاد نفرت بکند در مردم جهان نسبت به ایرانیان، ولی ایشان مرد بسیار فریخته، سخنان بسیار سنجیده گفتن. اما اون چرا که ایشان نباید میگفتن، عرض کنم که اصلا نباید مطرح میکردن و نباید در فکرشون باشه، موضوع بازگشت فلسطینی ها به سرزمینی که مورد ادعاشون هست، متعلق به اونهاست. همیانانم آقای رئیس جمهور، گره زدن سرنوشت ملت ایران یا گره خوردن سرنوشت ملت ایران با مسئله فلسطین از سوی حکومت شما، یعنی حکومت اسلامی، در 35 سال گذشته اضافه بر چند صد میلیارد خسارت مالی و جان باختن هزارها ایرانی، موجب حق به جانب شدن اسرائیل در ذهنیت بخش بزرگی از مردم جهان شد که در نتیجه اون از هر گونه اقدام خصمانه اسرائیل بر علیه ملک و ملت ایران اگر عملا پشتیبانی نکنند، از اون ممانعت هم نخواهد کرد. مردم ایران با سردادن شعار فلسطین رها کن، فکری با حال ما کن، که این شعار معلمان بود، و نغزه نه لبنان جانم فدای ایران که شعار خیزشگران 88 بود، ناخرسندی و مخالفت خودشون رو با گره خوردن سرنوشت ایران با مسئله حل ناشدنی فلسطین، تکرار میکنم، با مسئله حل ناشدنی فلسطین اعلام کردن. آقای رئیس جمهور، بس کنید، بس کنید، استخوان رو از لای این زخم کهنه بردارید، بسپاری سرنوشت فلسطینی ها رو و عرب، که حالا این روزها به خاطر اینه که ایران رو در هم بشکنن، اسرائیلی ها هم با عرب دست به یکی شدند، بسپارید به اونها. آقای رئیس جمهور، بس کنید، تمام کنید. البته شما اقدامات اصطلاح کوچیکی کردید در مورد اینه که با اسرائیل چنین اصطلاح نکنن، نه، پاتون رو بکشید از این محرک کنار. از کنم بزرگتون که همینانم در این ما که در خارج هستیم چه میتوانیم بکنیم که کمکی بشود برای آقای رئیس جمهوری که خطر کرد و در قفل شده، لاک مهر شده، جوش خورده روابط امریکا با ایران رو باز کرد. ما در خارج از ایران فرهیختگان، دانشمندان، استادان، متخصصان، تکنیسیان ها، درک کنم آموزگاران در ایران و و و و فراوان داریم که اینها می توانند و باید می
میتوانند و باید برای کمک به نوسازی مملکتشان اون چرا که میتوانند انجام بدهند. اگر ما که در دنیای آزاد هستیم و از ما کاری برمی آید کاری نکنیم، پس منتظر هستید کی بیاد کاری بکنه؟ فلسی ها که می خواهند از کنم بزرگتون که خوزستان از ایران جدا کنند، اسرائیلی ها که در پشت در تجریه ایران ایستادن، پس من از همیانانم، از این بزرگان، دانشمندان، همه حتی کارگران متخصص، بنده درخواست میکنم، استدعا میکنم که بنشینید فکر بکنید که چه میشود برای کمک به این آقای رئیس جمهور. اگر آقای رئیس جمهور کمک میخواد، نه کمک میخواد که حرف درستی نبود، اگر آقای رئیس جمهور توانایی داره که از این کمک ها استفاده کنه، بلکه در هم شکسته است. من در سخن در محمود احمدی نژاد عرض خواهم کرد، همه چیز در هم شکسته است، همه چیز در هم شکسته است. نظر کشاورزی، حالا این یکی رو میگم، در حدود بله 2 سال پیش یکی از بزرگان وزارت کشاورزی اعلام کرد که صدور خاک های کشاورز حاصل خیز ایران به کشورهای عربی امکان کشاورزی رو در ایران داره به صفر میرسونه. و ایشان گفتند برای این که هر 1 سانتی‌متر مکعب از این خاک هایی که میفرستید به عراق با کامیون دوباره تشکیل بشه 400 سال وقت میخواد. 400 سال. ببینید، البته بالا خیانت های دیگه اینا رو تدر. بنابراین میانانم تکراری من حرف میزنم بعضی وقتا وقتی که تاکید دارم بر چیز اینی که بنده صدا میکنم مثلا یک همبستگی های بین شما تشکیل بشود، هر متخصصان بر به طور موضوعی اونی که برای کشاورزی، برای آموزش، برای به خصوص برای نفت، به خصوص برای نفت گفته شد که برای اینکه نفت برسد به نمیدونم اونجا که دوره شاه بود، یعنی منظورشون اعلی حضرت، 100 میلیارد دلار پول لازمه. قربون، در این نیازی به این سرمایه گذاری خارجی نیست آقای رئیس جمهور. در این صورتهایی که آمده CNN هم پخش کرده، علی خامنه ای و دوربریاش و پسرش به بخش طولش مرتضا، اینا 60-70 میلیون طول دارن. علی اکبر و هاشمی رفسنجانی که در 15-20 سال پیش گفتن 47 میلیارد و حالا منم گفتم میلیون، ببخشید میلیارد مال خامنه‌ای، الان گفتن که در کاسبی و فلان اینا شده از 60 میلیارد. و اون رفسنجانی خائن گفت این پول رو گذاشتم وقتی که اسلام در خطر بیفتد، مردک ایران در خطر افتاده. خب این پول ها رو آقای رئیس جمهور بگید احتیاج سرمایه گذاری خارجی نیست. از سرمایه گذاری خارجی اول چون نیاز دارید به دانش و تکنیک و فلان اینا، تکنولوژی، از ایرانیان خارج از کشور بهره بگیرید و هر جا هم که از خارجی ها لازم هست البته از اونها بهره بگیرید. اینی که بنشینیم حالا کی خارجی ها حاضر میشن که به ما
سرمایه گذاری کنند در ایران، این فکر بیهوده است. پول ها رو بگید برگردونن به مملکت. قرون 70 میلیارد پول ما در ترکیه است که من باز توضیح در سخن مرحوم احمدی نژاد خواهم داد. اصلا نیازی ایران نداره به سرمایه گذاری خارجی. و ضمناً هم فکر نکنید که به این سادگی اسرائیل و عربا و اینا میگذارن خارجی ها در ایران سرمایه گذاری کنن. بنابراین بهره بگیرید از دانش و بینش و تخصص ایرانیان خارج از کشور و سرمایه را هم از دزدی های شده. من جناب رئیس جمهور عالی جناب بنده نادان نیستم، مشکلات رو میدونم، ولی در هر حال من مثل یک پزشک از کنم به حضورتون که نسخه رو میدم. حالا اگه مریض پول نداره بره بخره اون مشکل اونه. به هر تقدیر این مطالبی رو که من گفتم علی خامنه ای و اون کسانی که پشت پرده اون هستند دستور میدن بهش، بدانن که اگر مشکلات ایران حل نشود همه جون رفتید. این گفتم اینایی که پشت پرده هستند خدمتتون عرض کنم همیهنانم، وقتی که در لبنان اسرائیلی ها زدن داغون کردن نمیدونم از الله و و و و و در حال شکستی بود برای از الله، این یک بار اتفاق افتاد و دیگر هم دیده نشد. علی خامنه‌ای در یک جایی که تعدادی حالا 60-70 تا آخوند امام سفید، فقط یک نسبتا جوان امام سیاه اونجا نشسته بودن، عمیانانم بدون این اصطلاح بگم چیزایی که میگن اغراق و نمیدونم فلان، تمام اینها شکل بوزینه، یک کدامشان یک کلمه حرف ندادن. علی خامنه‌ای گزارشش فقط این بود، آنچه که در لبنان اتفاق افتاد اراده الهی بود. مردک مزخرف چرا میگی؟ تو فرستادی موشک ها رو به حزب الله که پرتاب کنن به عرض کنم که مثل طرف اسرائیل. اینی که بنابراین همه این حرفا رو که زدم پشت پرده یک عناصری هستن، آخوندهایی هستن که اونها حتما تصمیم گیرندن. عرض کردم دیگه هم دیده نشد، دیگر هم دیده نشدن. در روی هم میانانم بنده که در عرض کردم سن 80 و نیم سالگی هستم، در من یک کارهای برمی آید در حد خودم، ولی این جوانان و میان سالان دانشمند و فرهیخته یک کاری بکنید برای فرزندانتون برادرانتون در ایران. حالا منده جناب سوربی، منده یک سخن دیگری دارم. در منده همینانم سخنان بنده در این مورد تمام شد و دو تا رویداد زشت در جامعه ایرانی بوده، من نمیخوام اینها رو به عرض شما برسانم. عرایض من از این بابت تمام شد. اگر
اگر جناب سوربی سوالی هست بنده بفرمایید، اگر نه من بروم به قسمت بعدی. من فقط در مورد اون بحثی که با هم داشتیم که چگونه آمریکا دارای یک پرزیدنت سیاه پوست شد، اگر در اون مورد مایل باشید امروز، اگر نه یه وقت دیگه باز برون برون همین الان عرض میکنم. بنده یادم هست، چون علت اینکه یادم هست چون بحثش روی تلفن بوده، بحث طولانی هم بوده. از کنم بزرگتون که هم میانانم، انتخاب پرزیدنت اوباما به ریاست جمهوری امریکا، انتخاب یک پرزیدنت سیاه پوست به نام باراک اوباما به ریاست جمهوری امریکا قربون، یک ضرورت ملی تاریخی بود. تأکید میکنم یک ضرورت ملی تاریخی بود، برای اینکه با وجود همه تغییرات و پیشرفت هایی که پس از لغو نظام برده‌داری در امریکا از سوی پرزیدنت آبراهام لینکلن، که ایشان برای آزاد ساختن سیاهان با بخش شمالی کشور که طرفدار و خواهان برده‌داری بودن وارد جنگ شد، با اونا اصلا میخواستن جدا بشن. پرزیدنت آبراهام لینکلن کاری رو که انجام دادن فقط تأثیرش در لغو برده‌داری در امریکا نبود، برده‌های سراسر جهان، اونایی که توانستن به اخبار و اینها دست پیدا کنن، اونها هم به دنبال آزاد شدن از افکار بزرگتون که چنگال برده‌دارا بود. تا پیش از افته میدونین در این از زمان پرزیدنت ارز کنم که لینکلن اقدامات ایشان تا زمان پرزیدنت اوباما تغییرات زیاد، پیشرفت های زیادی در امریکا شد و جامعه سیاه امریکا همچنین به تدریج وارد، اولا در مدت هایی که سیاهان البته ببخشید حالا نمیدونم چی بگم، به هر تقدیر من در یک شهری در این شرق لس آنجلس هست به نام پومونا، خانه هایی من در اونجا میبینم اصلا باور نکردنی که مال پول دارا و گردن کلفتا، یک خانواده سیاه پوست وارد شده به اونجا، همه موف کردن رفتن. یعنی تا همین 40 سال گذشتم وضع این طوری بود. از کنم بزرگ برای چون که ولی به تدریج سیاهان در دانشگاه ها، در نمیدونم در تکنولوژی، در همه چیز، در پزشکی نشان دادن که هیچ فرقی از نظر اون آی کیو، اون به اصطلاح ضریب هوشی با سفیدا نداره، و سفید پوستهای امریکا هم به تدریج این رو فهمیدن. غیر از تعدادی از این پیرزنهای پیر 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 پیر، ولی سفید پوستهای امریکا به نوعی همزیستی با سیاهان رسیدن. اما با همه اینها یک احساس دورنگی جدایی بین سفید پوستان و سیاه پوستان بود، و سیاه پوستان شاید هم بدون دلیل، بدون مأخذ، ایشان اینها فکر میکردن که سفید پوست ها اینها رو از خودشون نمیدونن. البته تعویض هایی هم در ایمپلویمنت و اینطور چیزها هم بود، نه اینکه همونها. وقتی که پرزیدنت اوباما اولا ایشان فارغ التحصیل دانشکده و دانشگاه هاروارد، ایشون استاد از کنم که کانستیتوشنال لا در دانشگاه هاروارد بودن، فول پروفسور، و بعدش هم ایشان سناتور بودن، اینه که این انتخاب ایشان
زیادی داشت ولی دو اثر بسیار ارزنده داشت. اولا این رو حتما میدونیم که تعداد سفیدپوستانی که به عالی جناب اوباما رأی دادن شمارشون کمتر از سفیدپوستان نبود، یعنی سفیدپوستان هم میخواستن که این مشکل اجتماعی احساس دورنگی برطرف شد. انتخاب پرزیدنت اوباما یک حالت به اصطلاح یک رنگ شدن، اون چیزی که بهش میگن مونوکروماتیک، ایجاد کرد. البته چیزی هم میگم فردا شب تمام بشه نه، ولی به نحو فزاینده این به اصطلاح مونوکروماتیک، این یک رنگی در ذهنیت داره پیش میره. این است که ایشان این به اصطلاح انتخابشون یک تحولی بود در جامعه امریکا و یک رفع یک مشکل بسیار بسیار پیچیده. نتیجه دیگری که داشت اینی که سالیان دراز میشاید قرن نمیدونم امریکا سعی داشت به نحوی ارتباطش رو با آفریقایی ها برقرار بکن. ما رو عوامل زیاد کرد اس نبرم، در هر حال اونقدر موفق نبود امریکا. ولی با انتخاب شدن، البته یک عاملی هم که امریکا زیاد موفق نمیشد اون جنایتکار بزرگ محمد قذافی بود که اون چون پول زیاد داشت در کشور افریقایی بود و اون مثلا رئیس نمیدونم چه چیه اتحاد افریقایی ها بود، اون هم نمیگذاشت. ولی با رفتن قذافی از میان ارز کنم و انتخاب پرزیدنت اوباما، این سیاهان افریقا یک نوع پیشاوندی، یک نوع برادری با از کنم بزرگتون که امریکایی ها احساس کردن که این احساس در از کنم که ارتباط سیاسی اقتصادی در آینده ایران و ببخشید من نهاش فکر ایران امریکا و آفریقایی ها و آفریقایی ها و ایران بود. این پاسخ سرکار اگر که کافی نیست بفرمایید جواب بده. بسیار ممنونم، مرسی. لطف کنید اون موضوع دیگه که خودتون در نظر دارید بفرمایید. ببینید قربون، بنده با پوزش از همیانانم که وقتی که مسئله با این درجه اهمیت رو اینجا موضوع یک برنامه ایست، مجبورم خودم رو بیارم پایین برای دو به اصطلاح کار زشتی که در این جامعه به اصطلاح بخشی از جامعه ایرانی انجام شد. بخشی از جامعه ایرانی قربون یک به اصطلاح باطلاقی شده است، یک کوسه هایی در اون هستن که روی اینترنت، روی نمیدونم سخنان، روی رادیو، نمیدونم روی خط تلویزیون، هر کسی رو که میخوان میزنن به ریشش و نابودش میکنن. بنده یک ایمیلی دریافت کرد، دو تا مطلب، یکی شخصیست یکی مربوط به دیگرانه. ایمیلی دریافت کردم، ما رو فرستندش لازم نیست بگم که بله بارها گفتم، اسم آقای سرهنگم نمیبرم، که سرهنگ فلان سرگرده و به اسم شاه، این به اسم شاه گفته یابو رو من میگم، گفته یابو و به شهبانو گفته چنین و چنین. اون کدام شهبانو؟ گذشت تمام کنیم ببندین این دکانها رو. بله به شهبانو گفته چنین چنان، گوش نکردید، حالا این زیر بخوانید. عرض کنم بزرگتون که ایمیلی که به من رسیده فرستانده هم گفته از اسمش نگین، بسیار بیمزه بودیم به هر تقدیر.
حالا فرستنده چی گفته؟ از همه هم اینا همشون در داخل از کنم وزارت اطلاعات آگاهی دارن. گفته است که از ایران به من آگاهی دادن که فلانی است، سرهنگ نیست، سرگرد است. حالا آیا مشکل مملکت ما همینه که یکی سرهنگ باشه یا سرگرد؟ نمیدن. عرض کنم به حضورتون که 670 دلار حقوق بازنشستگی میگیره در ایران، که من در دوستانم اینجا سوال کردم، گفتم 670 دلار حقوق اصولا بازنشستگی چقدره؟ گفتن این چیزی حقوق سرهنگ چند سال است. بر روی این دو گستیشن دارد که درآمدهاش 2000 دلاره در روز، به این و اون و دین تلویزیون اینا پول میده و و و و چون مأمور جمهوری اسلام. من نقل به مضمون میکنم چون ایمیل جلوم نیست. نیست و هر وقت که دلش بخواهد میتواند برود به ایران. همینانم این آقای سرهنگ رو که سرهنگ هستن، سرهنگ ستاد هم هستن، بنده 35 سال است که میشناسم. اونقدر میشناسم که در مجلس پایانی یا به اصطلاح مجلس ختم پدر ایشان در اون کجاست، انجمن زرتشتیان، من اون یولوژی رو ببخشید سخنرانی به اصطلاح مجلس پایانیشون من انجام دادم. از کنم بزرگتون که ایشان از روزی که 34 سالی که بنده میدونم در کار مبارزه بوده، به شدت پادشاهیه، بسیار برای پادشاه اینا خرج میکنه. از همه مهمتر ایشان عرض کنم که مبارزات و تبلیغات ضد اسلامی داره. اون حرامزادهی که با پوزش این ایمیل رو فرستاده یا ساخته، اون که ساخته، بگه چطور میتونه یه همچین آدمی بره به ایران، که البته در این 35 سال نرفته، حتما در 200 سال آینده خواهد رفت. این است که قربون، آیا این 2000 دلار در روز به اصطلاح درآمد داشتن این گناهه؟ یکی شایستگی کار بیزنس داره، یکی هم مثل بنده، حال نمیگم شایستگی، یه مقدار توانایی آموزش دادن داره یا پژوهش کردن. این گناه کبیره است. ایشان سرمایه اولیه‌شون از کجا بوده بنده نمیدونم، ولی اون چی که مسلم است از جمهوری اسلامی نبوده، به دلایلی که عرض کردم. این به اصطلاح جناب سرهنگ رو اگر نمیشناختم، جناب سوربی، نه با ایشون رابطه ای دارم، نه عرض کنم فنجان چایی ایشان رو نوشیدم، ولی ایشان رو میشناسم و ایشان سرهنگن و رابطه ما جمهوری اسلامی نه. اما در همون ایمیل، در همون ایمیل آمده است که بله، سوربی هم از عوامل جمهوری اسلامی تو پول میگیرد. بسیار، من به اون نویسنده و پخش کننده اول میگم که خجالت بکش. اگر آقای پارسا سوربی، بنده نه با ایشون کاری دارم، کاری دست هیچ کس ندارم، نه چخر به زیر بارم، نه برشتری سوارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریار. بنده چند ماه که با ایشان به سا در تلویزیونشان برنامه داشتم، یک نوع شایستگی های ویژه‌ای در ایشان دیدم، طرز تفکر خاص که بنده با بخشی از اونها مخالفم. هر روز اولم گفتم خب اگر آقای پارسا سوربی پول میگیرد از جمهوری اسلامی، خب میافت روی هاردویر عرض کنم و از این به اصطلاح ساتلایت به اون ساتلایت، و عرض کنم به حضورتون که آگهی های اونچنانی و و و البته طبق قرارداد، همینطوری که در تلویزیون های که از جمهوری اسلامی پول میگیرن معموله، طبق قرارداد یه
گهگاه هم یک حملاتی به جمهوری اسلامی میکرد، با خجالت بکشید یک مردی با این زحمت و با این قد. البته ایشان شایستگی ها و ویژه‌ای دارن در کارهای الکترونیک، اینها دارد یه جای اداره میکنه. حالا شما اولا از کجا دانستی آقای نامحترم که ایشان از جمهوری اسلامی پول میگیره؟ کجاست سندت؟ کجاست؟ از کجا؟ آیا ضمناً این سوال بسیار مهمه، آیا در سراسر دنیای خارج از ایران فقط اون سرهنگ که حالا ایران میگن سرگرده و پارسا سوربی از جمهوری اسلامی پول میگیرن؟ بس کنید خجالت بکشید. یک نکته دیگه شخصی است، اگر نخواستید گوش ندیدم بیانانم. من وقتی که آقای حسن روحانی این رئیس جمهور شدند و این سخن 15 دقیقه رو با پرزیدنت اوباما مکالمه داشتن، من چون به اهمیت از کنم که وجود روابط امریکا با ایران، ایران و امریکا، از اهمیتش آگاهی دارم و به اهمیتش بنده برای من اهمیت داره برای آینده مملکت من که دیگه در این در اون مملکت نه هیچ وسیلی نداشتم، حالا که دیگه هیچ بجه برای من نیست، برای اون فرزندان این مملکت. از کنم بزرگتون که من دیگه نقدی نوشتم که گزینه انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران و برای جلوگیری از فروپاشی رژیم و گفتگوی 15 دقیقه ایشان برای منافع دو کشور ایران، تأمین منافع دو کشور ایران و امریکا، عرض کنم کارا ضروری بود یا حیاتی بود یادم نیست. این رفت روی اینترنت، بعد نه مستقیم به من، به دوستانم، به شاگردانم که سرمایه های من اونا هستن، ایمیل های زده شده بود بر استادتونم که 1,000,000 دلار گرفت. البته ما یک کاری حساب کردم. بس کنید، مزخرف نگید. یک روزی رضا فاضلی، مرد بدون جانشین مبارزات ایرانیان، مرد بدون جانشین رضا فاضلی بود، اومد خونه میامد خانه من برای رساله دکتراش. روز اول که در من برای تعریف از خودم نمیگم، هم میکنانم برای اینکه جواب این حرامزاده ها رو بدم. یه دفعه جا خورد، گفت استاد شما که مثل گاندی زندگی میکنید، بنده هم میانانم، در فکر نکنید که در شهر به من به قول آقای عین الله باقرزاده پیشنهادش بخیر پیشنهاداتی نشده خیر بود، پیشنهادات کلان. اما من به اون استغناء بابا طاهری رسیدم، من پذیرفتم که پول قرمز یعنی پول خون نخورم و با اون چه که حداقل زندگی بکنم. این همون چیزی که به اصطلاح فرنگی ها میگن سلف سفیشنسی. بنده در 80 سالگی و 6 ماه 86 ماه، من روز 21 که اپریل یا اول ژانویه میشم 81، حالا دیگه در 28 سالگی ارگانم آلوده نبودم، حالا بیام بیام در 80 سالگی. این برای من نه از نظر این که من آزرده خاطر میشم، نه از نظر این که جامعه اینقدر ناپاک توش باشه که سرهنگ فلان رو مأمور جمهوری اسلامی
ادامه کنند و بعدش هم پارسا سوربی رو هم همینطور. من دارم که دیگه حالا اون آقای سرهنگ و پارسا سوربی رو قیمت نگذاشتن، حالا من دارم قیمت گذاشتن که البته کم قیمت گذاشتن. عرض کنم به حضورتون هم میانانم این ها آسیاب حکومت اسلامی ریختن است. هموطنی از آلمان نوشتن که بله حرفای شما آب میریزید به آسیاب گردان رژیم اسلامی. اون وقتی رضا شهروند بود بهشون اینجا عرض میکنم که خانم نازنین، اگر شما تا امروز نفهمیدید که رضا شهروند فرزند خائن محمد رضا شاه خودش آسیابگرد، یکی از آسیابگردان‌های گردانان رژیم اسلامی است، مشکل دارید قربون. ضمناً ما در ایران جمهوری نداریم، متوقف کنید این جمهوری گفتن رو. علی خامنه‌ای یک رهبر خود برگزیده مورد تأیید از کنم که اتحادیه استعماری از کنم انگلیس و روس. کجا ما در ایران جمهوری داریم؟ بعد به هر تقدیر هم میانانم این درد آخری رو بسیار فکر کردم روش که آیا از اون مسئله با اون اهمیته که امروز برای من اهمیت داره، اگر اهمیت نداره و میانانم خودشون میدونن قضاوت، ولی یه دفعه بیفتم پایین، ولی برای خودم انداختم پایین که وارد این بحث از کنم پارسا سوروی و سرهنگ سرگرد و ابوالقاسم صمدانی $1,000,000 بشم. برای یه جایی کار باید متوقف بشه. جناب سوروی از حوصله‌ای که فرمودید، از دعوتی که فرمودید، از زمانی که به بنده داده سپاسگزارم، از هممیهنان نازنینم. نازنین تلفن های پرشماری میشه، تعدادی از این تلفن ها نم ریستریکتد و انویلیبل و نمیتونم از این حرف ها، من اونها رو اصلا دلیت میکنم، گوش نمیدم، ولی متوجه شدم که از کنم که تلویزیون مردم دارای چه برد و گسترده است و در هر حال از جنابعالی سپاس گذارم. اگر فرمایشی ندارید بنده خداحافظی کنم. منم از شما ممنونم، براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم. ضمناً من شماره تلفن شما رو میگم برای دوستانی که ممکنه این برنامه ها رو از طریق رادیوهای مختلف میگیرن یا فقط فایل صدا رو، چون یک سیستمی هم ما گذاشتیم که دوستان فایل صدا رو با ایمیل میفرستن که بتونن از فیلترینگ و اینها به اصطلاح نجات پیدا کنن. بسیار ممنون، امیدوارم بازگذارم از جناب علی و از همه الطافتون با آرزو، نه آرزو حرف بدیست، با اطمینان از نجات ملت ایران از چنگال رژیم خوناشام و چپاولگر و تجاوزگر رژیم اسلامی. روز و روزگارتان خوش. با امید دیدار. مرسی آقا. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر صمدانی بودیم از کالیفرنیا. اجازه بدید من شماره تلفن ایشون رو بذارم روی صفحه و به شماها بگم. به غیر از اینکه با شماره تلفن ما میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام هاتون رو فوروارد میکنم برای ایشون، یا ایمیل، آدرس ایمیل و شماره تلفن خودشون هم هست مستقیم، شماره تلفن دستیشون هم هست 714-317-54-45 دکتر ابوالقاسم صمدانی. امیدوارم که بلیت ایشون برنده بشه، من به زودی پرواز کنم و برم اونجا ترتیبی بدم که یک استودیوی نقلی و مجهز داشته باشن ایشون، تا ما بتونیم ایشون رو از طریق هم ویدیو هم صدا هم تصویر داشته باشیم. ضمن این که این عکسایی که لطف کردن ارسال کردن من نشون دادم در طی برنامه و امروز میتونم بگم یکی از پربارترین برنامه‌هامون بود. بالاخره آقای فرهاد پارسی رو در تلویزیون داشتیم، آقای ابوالقاسم صمدانی
دکتر صمدانی هم لطف کردن و آمدن توضیح دادن برای یکایک شما دوستان. آرزوی آخر هفته خوبی دارم. لطف کنید به دیگران تلویزیون مردم رو معرفی کنید و اگر کسی رو میشناسید، برنامه گذاری رو مایل هستید برنامه هاشون رو در تلویزیون مردم نشون بدن، باشون تماس بگیرید و بهشون بگید که از شرایط بسیار ساده‌ای میتونن اینجا استفاده کنن و حقیقتا تنها هزینه اینترنت رو پرداخت میکنن تا برنامه هاشون رو به صورت بایگانی آرشیو. ضمناً آقای دکتر صمدانی گفتن اون سه تا ویدیو روی یوتیوب نیست، اونها هستن، فقط هر کسی میخواد باید بزنه دکتر صمدانی توی یوتیوب تا اونها بیان، یا روی گوگل بزنید دکتر صمدانی تا بیان. امیدوارم بتونم عکس ایشون رو بذارم روی صفحه آرشیو که با کلیک کردن روی عکس ایشون مستقیما برید اون ویدیوها رو ببینید. در هر صورت باز هم ممنون که وقت خودتون رو با تلویزیون مردم گذاشتید وقتی که این همه تلویزیون بود و شما تلویزیون مردم رو انتخاب کردید. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن یا شرق آمریکا. مرسی.